قوای ناتو میگوید آنها 10 تن از شورشیان را طی عملیات مشترک در نزدیک سرحد پاکستان به روز دوشنبه با افزایش خشونت‌ها در حال از بین بردند که یک مرد مسلح با شلیک بر یک زن از اعضای شورای ولایتی او را شدیداً مجروح ساخت. این عملیات حوالی ساعت 2:30 به همکاری قوای افغان و پلیس در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار آغاز شد. در گزارش ناتو آمده است که آنها با سلاح ثقیله شلیک نمودند که 10 تن از شورشیان کشته و 1 تن جراحت برداشت و در آن گفته شده که هیچ فرد ملکی در این عملیات صدمه ندیده اند. سید محمد دهقان محل می گوید مردم در آن وقت شب نتوانستند و سر زمین های خود برای کار برایند، زیرا عملیات جریان داشت و اضافه کرد: یک مرد که آبیاری میکرد، یک معلم و یک عالم کشته شده است. بروز دوشنبه رئیس جمهور کرزی از زیارت در قندهار بازدید نموده و بزرگان محل را ملاقات نمود. بعضی از باشندگان قندهار مدعی‌اند که عملیات حکومت افغانستان و قوای ناتو نگرانی ها در مورد این که در آنجا تلفات ملکی را در بر خواهد داشت بیشتر ساخته است. ناتو به طور مکرر تحت فشار به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی در حال قرار دارند که نگرانی های باعث حمایت از شورشیان و ضعیف شدن حکومت آقای کرزی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اظهارات روز شنبه رئیس جمهور کرزی ابراز داشت: من میگذارم رئیس جمهور افغانستان بیانات خود را خود تشریح نماید. ما در مورد اظهارات او در هفته گذشته نگران هستیم. این نگرانی خود را از طریق سفیر آیکنبری به رئیس جمهور کرزی ابراز داشتیم و او با تماس تلفنی خود به هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده بیان داشت که هدف این نظریات ایالات متحده نبوده است. با گفته کرالی این مسئله حل شد و رئیس جمهور کرزی با وزیر خارجه ایالات متحده از طریق تماس تلفنی ابراز نمود که اظهارات او مستقیما متوجه ایالات متحده نبوده است. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.